سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه ولاگ دیگه از سفر تایلند. امروز برنامه‌مون اینه که بریم پارکابی. یه پارکابی بزرگ روباز داره اینجا که اسمش بکنم آنداماندایه، یه چیز تو همین مایه ها. امروز قراره اونو بریم. هوا هم خدا رو شکر آفتابی و خوبه و دیگه صبحونه رو اصلا پا نشدم امروز، گفتم که بذار کم بیشتر استراحت کنم که امروز انرژی بیشتری داشته باشم، چون دیروز یهو واقعا آخر شب دیگه لوباتری بودم. 3 ساعت خوابیده بودیم. تور جیمز باندم خیلی مفصل بود، همش داشتیم فعالیت میکردیم، قشنگ بدنم خالی کرده بود. ولی میریم امروز پارکابی، بعدش هم احتمالاً یه ماساژ باز بریم. اینش خیلی خوبه، هرچی خسته میشیم یه ماساژ هم بعدش میگیری، قیمتای ماساژش هم خیلی خوبه. بریم ببینیم پارکابیش چجوریه دیگه. حالا براتون از ورودی و همه چیش میگم که چنده، چجوریه، و سعی میکنم اونجا براتون فیلم بگیرم. اینو ندیده بودم این چند روز. هتل خیلی بزرگه، هنوز درست بلدش نیستم، فکر کنم برای بچه ها باشه. اینجا هم گل نیلوفره خیلی قشنگه. طبق معمول اومدیم اول 7-11 که یه اسنکی بگیریم، تهبندی کنیم چون صبحونه نرفتیم. این دفعه میخوام از این سوسیس و پنیرش بگیرم ببینیم چجوریه. یه دونه هم از این کفش استخری ها گرفتم، 200 بعد یا همون 280,000 تومان با تخفیف. البته این کفی های زخیم داره، برای پارکابی اینا واجبه، چون پا برهنه باشیم پاتون حسابی زخم میشه. بچه ها دیدین 2 دقیقه پیش بهتون گفتم امروز خیلی هوا آفتابی و صافه، اینجوری تغییر میکنه تایلند هواش. البته که هنوز به اون سمت نرسیده، یعنی این من الان بارون شدیده، ولی فکرم تو پارکابی هم حال بده. اینجا ورودی آنداماندای که یه پارکینگ خوبم داشت، تونستیم راحت ماشین رو پارک کنیم، رایگانم بود. ببین خواستیم بلیط بگیریم بریم تو، گفت چون بارون اومده نیم ساعت ورودی تعطیله، برین نیم ساعت دیگه بیاین و هر دفعه که بارون میاد این اتفاق میفته. ولی من نمیدونم چه قانون عجیب غریبی اینجا که دقیقه به دقیقه بارون میاد. حالا بریم تو ماشین نیم ساعت و بعدش بریم تو، میبینم بارون نیدیم وسط. اینا هم نمیدونن چی کار میکنن، یه مسابقه چیزیه، کاستومای خاصی پوشیدن دارن با هم میجنگن، خیلی هم کسی توجه نمیکنه بهشون. خب بالاخره ورودی باز شد، بریم که بلیت بگیریم. بلیتش نفری 1,700 بعد برای بزرگسالا و بچه ها 1,200 که پول خودمون میشه نفری 2,400,000 تقریبا. و از این بلیت های دیسکانت هم داشتیم، 200 بعد تونستیم تخفیف بگیریم. اینجا هم کیفامونو گشتن که حالا وسایل غیر مجاز و خوراکی و این چیزا نداشته باشیم. به نظر پارکابی باحالی میاد، محیطش خوشگله. حالا بریم ببینیم که وسیله بازیاش چجوریه، تنوعش چجوریه. اینجا رو با تورم میتونیم بیاین که رفت و برگشت داره و میاد دنبالتون دم هتل، ولی خب از صبح زود فکر کنم بیاد. ما خودمون دم ظهر اومدیم چون آدم دیگه پارکابی 4-5 ساعت بیشتر جون نداره واقعا، تیم الکی صبح زود پا نشیم. ولی از صبح تا ساعت 6 هست دیگه میتونین کلش هم استفاده کنین. اینجا هم از این موج مصنوعی ها میزنه هر یه رو بیه بار که الان یه سری مردم منتظرن، ولی فعلا زود اول بریم سراغ چیزای هیجان انگیز. از این سرسر بزرگ خفنه شروع کنیم. فقط بعدیش اینه که باید اینجا 2 ساعت تو صف تویوب وایسی و تویوب خودت ببری بالا. ولی سرسره باحالی بود، هوا هم همچنان ابریه و خوبه دیگه، دقا پوستامون نمیسوزه. اینجا جرعت نداری یه دقیقه راجع به آب و هوا صحبت کنی. نگاه کن چه بارونی شد، همه جا سفیده، انگام مهه ولی شدت بارونه. من تو زندگیم همچین بارونی ندیده بودم. یعنی اگه تو پارک آبی نبودیم و همینجوری خیس نبودیم، هر جایی که بودیم رفته بودیم گشت و گذار بیچاره می شدیم. توی این مدت که اینجا بودیم این عجیبترین بارونی بود که دیدم. یه دونه از این چیکن پاپکورن رو سفارش دادیم، 150 بعد حدود 210-220 تومن میشه که حالا اینو بخوریم تا بعدا بریم بیرون بر نهار. مصنوعی ها میبینین اینجا، این کفش دقیقا مثل اینجا زبر بود، بعد یه موج خیلی شدید داد و شد وضعیت من. نظر کلیم راجع به این پارکابی اینه که فکر میکردم بزرگتر و خفنتر باشه، به نسبت جاهای دیگه تعداد بازی کمتری داره، ولی در کل میارزه که پاکت اومدیم پارکابیش هم بیاد.
اینجا هم قسمت بارشه که یه استخر کوچیک و جای برای لش کردن و اینا داره که میتونی نوشیدنی بگیری. اینجا هم موج سواریشه که اگه بلد نباشی یه کوچولو هم یاد میده، ولی صفحه طولانی داره. اینجا هم همون باره است که دیگه آخر وقته و اکثریت رفتن، ولی برای عکاسی و فیلم برداری خیلی خوشگله. چیز جالب 7-11 حتی توی زمین در پارکابی از این دستگاه ها داره، کلی خوراکی های باحال داره، از این ژله یا نوشیدنی های مختلف. این منم باز برای یه برند دیگه است. از خوبی های ماشین رنت کردن اینه که شما میتونید توی ماشین کاملا لباس عوض کنید، تغییر استایل بدی و عکسات تکراری نمیشه. اینو یه دختر کاملا میفهمه که چی میگم. اومدیم اول تاون شهر پوکت، خیلی وایب خوبی داره. الان از خیابونش هم براتون میگیرم. اومدیم که شام بخوریم و صنایع دستی و چیزای خوشگل مشکل هم خیلی داره، شاید یه خرید ریزی هم بکنیم. اینجا یکی از معروف ترین و شلوغ ترین خیابونای اول تاونه که من اصلا انتظارم یه بافت خیلی قدیمی بود، ولی ساختمونای خیلی خوشگل رنگی رنگی با دیزاینای خیلی خاص، مثلا این بازی رستوران خیلی خوشگله، پر از رستوران و فروشگاه دیگه، کلا برای گشت و گذار عالیه. این یکی هم تمش کلا گل روز و صورتیه که اینو قبلا توی یوتیوبم دیده بودم. این رستوران هم خیلی صورتی و خوشگله، ولی خب غذاش کوچولوه. چک کردیم، من همین یه روز حالا میایم برای نوشیدنی کافی چیزی که یه لباس خوشگلم بپوشیم عکس بگیریم، خیلی قشنگه. اینم همون میوه دوریانه که تیکه تیکه شدهشو داره میفروشه که همون بدبوترین میوه دنیاست دیگه. انقدر بوی بدی میده که جاهای عمومی خوردنش ممنوعه یا توی فرودگاه اینا نمیتونی با خودت داشته باشی. من اینو موچیشو تست کردم اگر ویدیوشو دیده باشین، که انقدر بدمزه و افتضاح بود که گفتم عمرن میوهشو تست نمیکنم. قیمتش هم از 300 تومن تقریبا شروع میشه بالا. مثلا این مغازه خیلی کیفاش قیمتاش خوبه، این که مثلا بزرگترین و گرونترینشه حدود 450 بلکه مثلا 700 تومن در میاد، ولی خب من تو تهران قیمت کردم 2 تومن بود. از اینجا هم از این مگنت های تایلند خریدیم که یادگاری داشته باشیم. کلاً این خیابون خوراک سوغاتی خریدن هم هست، هم قیمت ها مناسبه، هم صنایع دستی و خیلی چیزای خوشگلی میتونیم پیدا کنیم. دیگه بریم برای شام و نهار که مردیم از گشنگی. اسم این رستوران دی اند نایت و رستوران هرچی تاریکتر با کلاستر، ولی بیشوخی ریویوهاش خوب بود و جزء رستوران های خوب پاکته. خیلی هم منوی کاملی داره، یعنی فکر کنم 50 صفحه فقط منو داشت. تو منوش هم انواع پیتزا و فست فود و اینا رو داره، هم غذای دریاییش به شدت کامله که ما دو مدل غذای دریایی سفارش دادیم. این یه مدل نودل با میگوه، این یکی هم که باز مخلوط سیفوده و استیک و اینجور چیز هم داشت. این هم سفارش یکی بچه هاست که استیک پورکه. بریم برای تست غذاها از این میگوه شروع کنیم، ببینیم چه جوریه. پاستاشو یا نودلشو خودمون میتونستیم انتخاب کنیم که اصلا چه مدلی باشه، ضخامتش چی باشه، و به نظر خیلی جذاب میاد. جاتون خالی. میگوش چطوره؟ عالی تمدار شده به نظرم. ببخشید اگر نور و صدا خوب نیست، سعیم رو کردم که حالا نور و میکروفون و اینا رو ست کنم که خوب از آب در بیاد. این نودلش کاملا یه نودل باریکه، ولی قشنگ طعم میگو و سبزیجات به خوردش رفته. این که خیلی خوب بود. بریم بقیه رو تست کنیم. بریم برای تست غذای دوم. این یکی سیفوده، یعنی چند مدل غذای دریایی داره، میگوه، حالا فکرم کالاماری و چیزای دیگه است. و اینکه پاستاش هم باز اینو خودمون انتخاب کردیم، یه چیز سومایه های مینی لازانیا، نمیدونم دقیقاً چی میشه اسمش. و اینکه عربی هم هست فکر میکنم ادویه ایناش. بریم برای تست پاستاش اول. این یکی گوجه ایتر خیلی، و بذار از این دریاییش هم امتحان کنیم. این شکلیه. اینم عالیه. اینم باز یه چیز دیگه که دقیقا نمیم چیه، ماهی فکر کنم. این
این نمیدونم چی بود ولی این مزه کف دریا رو داره. نمیدونم صدف شاید. آره صدف بود. اون برام یکم طعم دریایی رو داشت. خیلی دوستش نداشتم. کلا اون نودل اولیه رو بیشتر دوست داشتم. اینم باز میگو هم داره ولی خب این گوجه اون طعمش خاص‌تر بود. میشه راجع به غذا تو توضیحی به من بدی؟ متهم نصیر کردی؟ بله. چرا همیشه نیم تو همچین رستورانی؟ دوستم بفهمی قشن. یه تیکه هم از این هشبه دیدم کوچولوه ولی مثل اونایی نیستش که با هم تست کردیم. اگر بخواین غذای دریایی کلن تست کنین ببخشید. کلا انتخابتون این باشه که غذای دریایی تست کنین این بهتره ولی من طعم اونو بیشتر دوست دارم. این رستوران دو طبقه است و کلی لوکیشن‌های عکاسی و فیلمبرداری خیلی خوشگل داره. پرسنلش هم خیلی پایه و خوبن و حتی میمدن برای ما برق روشن میکردن که راحت فیلم بگیریم و این تایمی هم که ما بودیم موزیک زنده هم داشت که چند تا خواننده عوض شدن. بارش هم به نظر خیلی خوب و کامل به نظر میمد ولی ما چیزی سفارش ندادیم، همون نوشابه گرفتیم. ببین نظر کلی ما بخوام راجع به این رستوران بگم، من خیلی خوش آمد و توی تریپ ادوایزرم جزء ستاره های طلایی و اینا بود و کلن خوب بود. به عنوان یه شامل یه جای شیک و غذای خوشمزه، یه کم قیمتاش از فست فود و اینا بالاتر بود ولی در کل میارزید. به نظرم تجربه خیلی خوبی بود. پیشنهاد میکنم که اگر این برا اومدین حتما بیاین. اینم از یه ولاگ دیگه توی تایلند. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما نظرتتون رو برام بنویسین. فعلا خدافظ.